بریم سراغ تجمیع قطعات یا اصطلاحا تجمی پلاک یعنی چی ببین دو تا زمین دارم من این زمین 100 متره این زمینم 100 متره خب تو زمین 100 متری نمیتونم خیلی فضای خوبی داشته باشم حالا منوط به اینکه ریزدانه هست و اون ضوابط مربوطه که جلسه قبل گفتیم کاری ندارم اما وقتی اینها تجمی میشن میشه یه واحد یه ساختمانی با زمین 200 متر فضاهای بهتری به من میده و برای من هم اولویت اینه جلوتر که میریم راجب به بافت فرسود و اینا که صحبت میکنیم چند تا شاخص میگیم یکیش ریزدانگیه یعنی زمین هایی که متراژ پایینی دارن هرچی ما زمین هامونو بتونیم از این متراژ خیلی پایین بیاریم بیرون فضای بهتری برای ساکنین خواهیم داشت به خاطر همین دولت و شهرداری میاد تشویق میکنه میگه اگر دوتا ملک داری اینا رو تجمیع کردی من بهت 20 درصد تراکم مجاز میدم یعنی اگر شما تراکمت قبلا بوده 5 طبقه با سطح اشغال 60 درصد یعنی 300 درصد من 20 درصد بهت اضافه میدم خب سوالی که میپرسی از خودت میگی خب طبقه مثلا من طبقه یکم 60 درصد اشغاله طبقه دو هم 60 درصد، سه هم 60 درصد، چهار هم 60 درصد، پنج هم 60 درصد، طبقه شیش هم این به من 20 درصد داده. میگه خب باشه، میای پولش میدی، یک کمیسیون میگذرونی، اون 20 درصد رو میکنیم برات 60 درصد. یعنی اصطلاحاً یه طبقه انگار گرفتی. توی تجمعی اینجوری کمک میکنن، تشویق میکنن. بهت میگم چه جوری از زمان ابلاغ طرح تفصیلی حداقل نصاب قطعه حاصل از تجمی در زیرپهنهای مسکونی تا پایین سال 95 200 متر مربع تا پایین سال 1400 250 متر مربع تا پایین 1405 300 متر مربع و از آغاز 1406 به بعد 500 متر مربع یعنی اگر من یه 100 متری و با یه 100 متری تجمی بکنم بشه 200 متر این شاملش نمیشه زمانی شامل میشه که حداقل 1400 و دوی ملان تا پایان سال 1405 300 متر مربع یعنی حاصل قطعه حاصل از تجمی ببین قطعه حاصل از تجمی یعنی قطعه شماره یک و با قطعه شماره دو تجمی کردیم حداقل بعد 300 متر رو به ما بده های فرسوده شهر تهران از ضوابط حداقل نصاب قطع حاصل از تجمیع طبق بند 95 مستثنا بوده و حد نصاب قطعه در این محدوده ها مبتنی بر ضوابط ویژه بافت فرسوده در طرح تفصیل شهر تهرانه که در مورد بافت فرسوده مفصل صحبت میکنیم. بافت فرسوده اصلا قواعدش جداست ما الان داریم خارج از بافت فرسوده رو صحبت می‌کنیم یه زمین داریم یه زمین دیگه اینا تجمیع می‌خوایم بکنیم در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکین مشروط به تحقق حد نصاب مساعت قطعه حاصل از تجمیع یعنی الان 300 متر مربع طبق بند 95 به ازای هر قطعه مازاد بر یک 20 درصد به تراکم مجاز افزوده میشه اگر دو تا زمین تجمی بکنن و بیشتر از حد نصاب یعنی 300 متر مربع بشه 20 درصد تراکم مجاز میدن اگر که سه تا زمین تجمی بکنن چهار تا سه تا 40 درصد تراکم مجاز میدم و اگر چهار تا زمین تجمیه بکنم با هم دیگه 60 درصد میدم به بیشتر از اونم دیگه نمیده همون 60 درصده بعدی هیست مجموع افزایش تراکم طبق جداول چارگاهی نباید از یک طبقه تجاوز نماید اگر بخوام خلاصه چیزی که گفتم رو بگم بهتون میشه این اگر دو تا قطع تجمیه بکنن 20 درصد تراکم مجاز سه تا قطع 40 درصد که میتونی بری بخری نهایتاً میکنی یک طبقه چهار تا قطعه هم 60 درصد حداکثر یه طبقه پنج قطعه و بیشتر هم حد اکثر یه طبقه بیشتر نمیتونی اضافه بکنی پس اینجوری شد که الان من یه ساختمونی دارم دو تا زمین رو با همدیگه اومدم تجمی کردم زمینم بزرگ شده طبقه اول دوم سوم چهارم پنجم این پنج طبقه رو مثلا ساختم حالا میخوام طبقه شیشم رو بسازم یا من 20 درصد بهت بیشتر نمیدم میگم آقا من که نمیتونم ساختمونم اینجوری بسازم یه کمیسیون میری پولشو میدی اینم اضافه میکنی خب به منظور جلوگیری از تفکیک عراضی بین هزار تا ده هزار متر مربع در پهنه های سکونت آر فعالیت اس و مختلف ام و همچنین تشویق به تجمیع قطعات از مالکین ساخت و ساز در عراضی هزار متر مربع بالا مشمول سیاست های تشویقی سالانه و دائمی غیر تراکمی شهرداری تهران است که پس از پیشنهاد شهرداری تهران و تصدیل در مرجزی زلا ابلاغ می شود یعنی خیلی نسبت به تجمیع تشویق می کنند برای اینکه هرچی زمین ها بزرگتر باشه عملکرد بهتری داره شما فرض بکن که شهرداری میاد به یه مجتمع مسکونی که زمینش 5000 متره یک انشاب گاز در نظر میگیره ولی حالا شما فرض بکن برای 50 تا دونه خونه باید هی بیاد علمک گاز بزنه و بحث خدمات رسانی شهری خیلی راحتتر هم میشه تمام اون چیزی که در مورد این موضوع لازم داری رو توی این مقاله بهش اشاره کردیم حتما تا انتها دنبال کن و اگر سوال یا نظری داری تو قسمت دیدگاه با ما در میون بگذار زمنان آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه هم بهت معرفی کردیم که کلی مطالب فنی به صورت دستبندی شده در اختیار گذاشته شده تا بتونی دانش فنیت رو ارتقا بدی